سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. بدون شک امروزه تسلط به زبان انگلیسی برای اکثر افراد به مهارتی ضروری تبدیل شده. موفقیت تو مصاحبه شغلی، ادامه تحصیل تو دانشگاه مورد علاقه، سفر به خارج از کشور و حتی خوندن دستور مصرف یک دارو تنها نمونه هایی از اهمیت آشنایی با یک زبان دیگه است. برای یادگیری زبان لازمه برنامه‌ای منسجم و منظم رو در دراز مدت دنبال کنیم. وفاداری و عمل به این برنامه خودش نیازمند انگیزه قوی برای یادگیریه. اما با چه راه‌هایی میتونیم انگیزه یادگیری زبان رو در خودمون تقویت کنیم؟ در این برنامه با ما همراه باشید تا 10 روش کاربردی برای تقویت انگیزه یادگیری زبان رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. خودتون رو باور داشته باشید. اکثر افرادی که میخوان زبان یاد بگیرن، دید منفی به مهارت زبان خودشون دارن و دائما با خودشون جملاتی مثل این رو تکرار میکنن: من تو مکالمه ضعیفم. با وجود اینکه سالها برای یادگیری زبان وقت گذاشتم، از صحبت به زبان انگلیسی میترسم، چون احساس میکنم سایرین ممکنه منظور منو متوجه نشن. انگلیسی من احتمالاً پر از اشتباهه. بله، درسته، همیشه جا برای بهتر شدن هست، اما همین حالا هم مهارت زبان شما خوبه. باور کنید این دستاورد بزرگیه. برای قدم اول سعی کنید نسبت به توانایی‌های خودتون چنین تصورات منفی نداشته باشید. بهتره روی اون چه میتونید انجام بدید تمرکز کنید، نه روی ضعفاتون. هرگز خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. آیا خودتون رو با فردی انگلیسی زبان مقایسه میکنید که از کودکی با این زبان زندگی کرده؟ یا مهارت‌های خودتون رو با زبان آموزان دیگه که از شما قوی ترن قیاس میکنین؟ نتیجه این کار جز دید منفی نسبت به مهارت‌ها و کاهش اعتماد به نفستون نیست. پس منصف باشید و خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. اگر میبینید زبان انگلیسی شما به خوبی دیگران نیست، ناراحت نشید و خودتون رو دست کم نگیرین. مقایسه منصفانه نیست. یک فرد انگلیسی زبان سال هاست که 24 ساعت شبانه روز رو در انگلیسی قوطه بره. از تماشای تلویزیون گرفته تا مطالعه مطالب و کتاب‌های متعدد به زبان انگلیسی و شرکت تو صدها گفتگوی روزمره. شما هم اگر بتونید چنین شرایطی برای خودتون فراهم کنین، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای می‌کنین. اما به خاطر داشته باشید آموختن زبان دوم تجربه متفاوتی تو زندگیه و هرگز نباید خودتون رو با کسی که این زبان مادریشه مقایسه کنین. نسبت به اشتباهات نگرش سازنده داشته باشید. شاید براتون پیش اومده باشه که وقتی سعی میکنید به انگلیسی صحبت کنید یا بنویسید، دچار اشتباه بشید و دیگران شما رو تصحیح کنن. اولین احساسی که در این زمان به شما دست میده، احساس سرخوردگی و شکسته. اشتباهات نشون میده قوانین زبان انگلیسی رو نمیدونید. درست میگم نه؟ خیر، اشتباهه. گاهی اشتباهات مثل قولهای قدرتمندی ما رو از ادامه مسیر منحرف میکنن و انگیزه یادگیری رو در ما از بین میبرن. اما حواستون باشه، این شمایید که چنین قدرتی به اونها میدید. هدف اصلی یادگیری زبان برقراری ارتباط با دیگران به زبانی دیگه است. اگر یک حرف اضافه را اشتباه به کار ببرید یا فعل رو در شکل دستوری درست خودش استفاده نکنید، یا حتی اگر یک کلمه را درست تلفظ نکنید، آسمون که به زمین نمیاد، چون اکثر افراد با توجه به مفهوم جمله متوجه منظور شما میشن. حتی اگر مرتکب اشتباهات بزرگتری هم شدید که برقراری ارتباط رو دچار مشکل میکنه، باز هم خودتون رو نبازید.
اشتباه بخشی از فرایند یادگیریه. فقط کافیه سعی کنید با استفاده از کلمات دیگه منظور خودتون رو برسونید. به یاد داشته باشید، اشتباه به این معنی نیست که ناتوانید، بلکه با هر اشتباه نقاط ضعف شما نمایون میشه و باید به اون به عنوان فرصتی برای یادگیری نگاه کنین. نتیجه نهایی رو تصور کنید و خودتون رو در مسیر پیشرفت ببینید. هدف خودتون رو از یادگیری زبان مشخص کنین. آیا برای کار تو شرکتی بین المللی به اون نیاز دارید یا میخواید به کشوری مهاجرت کنید؟ هدف شما هر چی هست، از این تمرین ساده غافل نشید. هر وقت سراغ مطالعه زبان رفتید، چند دقیقه خودتون رو تصور کنید که به هدفتون رسیدید. مثلا خودتون رو در حالی که راحت و سلیس صحبت میکنین تصور کنید، یا ببینید که تو کنفرانسی تجاری با اعتماد به نفس کامل مشغول سخنرانی و طرح ایده های خودتون به انگلیسی هستید. تو خیال خودتون ببینید کتاب ها رو به زبان انگلیسی میخونید و معنی تمام واژه ها رو میدونید. این حس فوق العاده ایه. حالا به خودتون گوش زد کنید. هر بخش از مطالعه شما رو یک قدم به این رویا نزدیکتر میکنه. به این ترتیب مطالعه برای شما لذت بخش و انگیزه شما قوی تر میشه. چون حالا دیگه میدونید این تمرینات مهم هستن و شما رو تو مسیر پیشرفت قرار میدن. تهیه دفترچه موفقیت. وقتی حرف از پیشرفت میشه، ثبت دستاوردها به انگیزه قوی تبدیل میشه. دفتری تهیه کنید و بعد از انجام هر بخش از مطالعه، تاریخ و خلاصه ای از اونچه یاد گرفتید رو در اون ثبت کنید. این کار سه نتیجه داره. 1. با نوشتن اطلاعات در حافظه شما بیشتر تثبیت میشه. 2. دیدن دفتری که پر از تلاش‌های شما برای آموختنه، شما رو به ادامه مسیر تشویق میکنه. و 3. هر وقت به مرور مطالب نیاز داشتید، داشتن چنین دفتری مسلماً کمک بزرگیه. هر وقت احساس تنبلی کردید، فقط یک قدم کوچیک بردارید. یادگیری زبان پروژه‌ای بسیار بسیار بزرگه که شاید انجام اون سالها طول بکشه. پس طبیعیه گاهی احساس تنبلی و بی‌حوصلگی کنید. تو چنین مواقعی اصلاً دلتون نمیخواد کتابتون رو باز کنید، چه برسه به مطالعه. تو این مواقع خوبه به جای اون که به خودتون بگید کی حوصله داره یک ساعت زبان بخونه، یا امروز اصلاً وقت ندارم زبان بخونم، به خودتون بگید فقط یک کمی میخونم. مثلا به خودتون بگید امروز فقط 5 دقیقه زبان میخونم، یا فقط فعالیت‌های لیسنینگ رو انجام میدم و دنبال معنی واژه‌های جدید این تمرین میگردم، یا امروز فقط 5 تا لغت جدید یاد میگیرم. و بعد از چند دقیقه ممکنه 2 اتفاق بیفته. حتی اگه انگیزه یا وقت کافی نداشته باشین، بعد از همون چند دقیقه تمرین احساس رضایت میکنین، چون به هر حال حرکت بهتر از ساکن بودنه، حتی به اندازه 1 قدم کوچیک. یا بعد از چند دقیقه احساس تنبلی در شما از بین میره. احساس میکنید که دوست دارین بیشتر مطالعه کنین و دوباره انگیزه خودتون رو به دست میارید. معمولاً سخت‌ترین قسمت مرحله آغاز کاره. اگه قدمی کوچیک بردارید، بدون شک نکته‌ای تازه یاد میگیرین و شاید همین موضوع به انگیزه شما برای ادامه مسیر تبدیل بشه. استراحت کوتاه، بازگشت به موقع. بعضی از زبان آموزا به خودشون سخت میگیرن. به عبارت دیگه انتظار خیلی زیادی از خودشون دارن و هیچ زمان استراحتی در نظر نمیگیرن. این افراد اگه یک روز از برنامه مطالعاتی خودشون عقب بمونن، احساس شکست میکنن. البته خوبه مطالعه زبان به صورت یک عادت در زندگی روزمره در بیاد، اما همه ما به استراحت نیاز داریم. شاید گاهی تو روزی پرمشغله امکان مطالعه برای ما وجود نداشته باشه. در این صورت ایرادی نداره مطالعه رو در روز بعد از سر بگیریم. یا اگر برای مدتی به تعطیلات رفتین، به جای اون که دائم تو استرس عقب افتادن از برنامه باشین، از تعطیلات لذت ببرین و بعد از پایان زمان استراحت
دوباره با انرژی بیشتر شروع کنین. پس داشتن استراحت یا وقفه انداختن بین مطالعه به خودی خود بد نیست. اما نکته کلیدی اونه که اجازه ندید مشغله و استراحت برای هفته ها و ماه ها شما را از یادگیری زبان دور نگه داره. اگه به خاطر تحصیل یا کار سرتون شلوغه، فقط یک بار در هفته زبان بخونید. این کار بهتر از اونه که هر روز سعی کنید و موفق نشید. ببینید چطور میتونید تو برنامه زندگیتون جایی برای این کار باز کنین و اجازه بدید زمان مطالعتون انعطاف پذیر باشه تا هر جا لازم شد اون رو با توجه به شرایط تغییر بدید. آموختن رو برای خودتون لذت بخش کنید. لازم نیست همیشه به شیوهی ثابت مطالعه کنین. سعی کنید با ایجاد تغییرات تو روند مطالعه یادگیری رو برای خودتون جذاب کنین. اگه یک روز گرامر تمرین میکنین، روز بعد یک کار دیگه انجام بدید. مثلا به یک پادکست انگلیسی گوش بدید و روی درک مطلب کار کنین. شاید خوب باشه روز بعد با تماشای اخبار به زبان انگلیسی چند تا لغت جدید یاد بگیرید. بعدش میتونید یک کمی استراحت کنید و یک فیلم با زیرنویس ببینید. تمام این فعالیت‌ها به آموختن انگلیسی کمک می‌کنن. از طرفی با ایجاد تنوع از یادگیری خسته نمی‌شین و از اون لذت می‌برین. یه راه مفید دیگه مطالعه موضوعات مورد علاقتون به زبان انگلیسیه. مثلا اگه به موضوع خاصی مثل ورزش، تاریخ یا سیاست علاقه دارید، کتاب‌ها، مقالات، مطالب و فایل‌های صوتی مربوط به اون رو به زبان انگلیسی مطالعه کنین. وقتی موضوع مورد علاقه خودتون رو به زبان انگلیسی دنبال می‌کنین، یادگیری هم برای شما شیرین‌تر میشه. مطالعه گروهی. دانشمندان دریافتن که یکی از مؤثرترین راه‌های انگیزشی استفاده از روش فشار همتایانه. توقع و انتظار گروه از افراد مثل نیروی محرکی اونها رو به فعالیت وادار میکنه. برای مثال شاید برای شما جدا شدن از رخت خواب و رفتن به باشگاه برای ورزش سخت باشه. اما وقتی بدونید دوستتون تو باشگاه منتظر شماست تا با هم ورزش کنین، حتما سر ساعت برای ورزش کردن کنارش حاضر میشید. میشه از همین روش برای آموختن زبان استفاده کرد. با پیوستن به گروه‌های آموزش زبان انگلیسی تو شبکه‌های اجتماعی و تعامل با افرادی که مثل شما در صدد یادگیری زبان هستن، میتونین به تقویت انگیزه خودتون کمک کنین. اگر بتونید یک همراه برای خودتون پیدا کنید، که چه بهتر. با این روش میتونین به همدیگه تو یادگیری کمک کنین و مشوق همدیگه باشین. روش چالش و پاداش. وقتی تنهایی زبان میخونین، امکان داره انگیزه خودتون رو از دست بدین، چون هیچ کس نیست که به شما انرژی بده و تشویقتون کنه. برای اون که روند مطالعه کسالتبار و خسته کننده نشه، با تعیین هدفهای کوچیک برای خودتون چالش درست کنید و وقتی موفق به انجام اون شدید به خودتون جایزه بدید. هدف اصلیتون باید یادگیری زبان باشه، اما میتونید تو این راه هدفهای کوچکتری هم برای خودتون تعیین کنید. برای مثال با خودتون قرار بگذارید یک کتاب انگلیسی رو به طور کامل بخونید، یا برای یک ماه هر روز 10 کلمه جدید یاد بگیرید، یا یک وبلاگ درست کنید و تا یک سال هر هفته یک پست به زبان انگلیسی بنویسید، یا توانایی صحبت به انگلیسی خودتون رو پله پله از 1 دقیقه به 5 دقیقه برسونید. نکته مهم اینه که هدفهای انتخابی مشکل، اما با توجه به سطح توانایی شما قابل دسترسی باشن. برای مثال اگر در آغاز راه هستین، نمیتونید چالش درک کل فیلم به زبان اصلی رو برای خودتون انتخاب کنین. همچین کاری برای شما خیلی سخته. به هدفی نیاز دارید که باعث بهبود توانایی هاتون بشه، اما در عین حال انجام پذیرم باشه. وقتی تونستید از پس چالشی که برای خودتون درست کردید بر بیاید، جشن بگیرید و پیروزیتون رو برای دوست، خانواده یا معلمتون تعریف کنید. میتونید غذایی که دوست دارید بخورید، یک هدیه کوچک برای خودتون بخرید یا کارهایی از این قبیل.
این باعث میشه احساس غرور کنین و برای چالش بعدی آماده بشید. با استفاده از نکات گفته شده میتونید انگیزه خودتون رو برای یادگیری زبان تقویت کنید. شما برای یادگیری زبان کدوم یکی از این دو روش رو انتخاب میکنید؟ استفاده از خودآموزهای زبان که به صورت کتاب یا برنامه هستن، یا استفاده از کلاس‌های آموزش زبان که در مؤسسات برگزار میشن؟ به نظرتون کدوم یکی از این دو راه میتونه نتیجه بهتری رو در بر داشته باشه؟ نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه موفقیت بر روی ستونهای شکسته شکل میگیره. پس تا میتونید تلاش کنید و از شکست نترسید. موفق و پیروز باشید.